سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریب و شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز سایت های خبری محافظ کار گزارش دادند عبدالله اسکندری یکی از فرمانده های نیروی زمینی سپاه پاسداران در درگیری های مسلحانه شهر دمشق کشته شده است سایت محافظ کار رجا نیوز عبدالله اسکندری را یکی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه و رئیس سابق بنیاد شهید استان فارس معرفی کرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه ده ها نیروی سپاه پاسداران در این کشور کشته شدند فرماندهان سپاه طی دو سال اخیر بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم گزارش ها درباره حضور نظامی این نیرو در جنگ داخلی سوریه را تایید کردند پایگاه خبری مجذوبان نور وابسته به دراویش گنوبادی خبر داد 35 تن از دراویش ساکن استان فارس در مجموع به 85 سال حبس تعذیری و پرداخت دیه محکوم شدند. اتهام این دراویش مشارکت در درگیری و زربال جهر و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. متهم ردیف اول تا سوم این پرونده حمید رضا آرایش، محمد علی شمشیرزن و کازم دهقان مهرماه 92 نیز در دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر محکوم شده بودند. احکام صادر شده از سوی دادگاه عمومی کوار مربوط به درگیری شهریور سال 90 در این شهرستان است. مجذوبان نور میگوید آن زمان به تحریک چهار تن از آخوندهای کوار ادهی از طلاب و بسیجیان و نیروهای خودسر علیه درویش کوار دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به درگیری کشیده شد و در نهایت یک درویش گنابادی به نام وحید بنانی کشته شد. به دنبال این واقعه فشار بر دراویش منطقه افزایش یافت و ده ها تن از درویش به اتهام های محاربه فساد فل و تشکیل گروه ضد امنیتی محکوم شدند دراویش گنابودی سلسله از دراویش ایران هستند که از نظر اعتقادی شیعه دوازده امامی محسوب می شوند اما به ولایت فقیه اعتقاد نداشته و مناسک مذهبی خاص خود را دارند. در پایان دو روز و سه دور مذاکرات غیررسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا محمد جواد ظریف با بیان اینکه رسیدن به توافق کاملا امکان پذیر است گفته در پایان این گفتگوها توافق کردیم که در فاصله نزدیکی همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات کارشناسی در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف پس از سه دور مذاکرات غیر رسمی با رئیس گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران که در کنسولگری ایران در استانبول برگزار شد با تشریع توافقات صورت گرفته تاکید کرد که این گفتگوهای غیر رسمی به منزله مذاکرات پنج به علاوه یک نیست زیرا مذاکرات با این گروه نیاز به حضور همه اعضا دارد وی تاکید کرد البته گفتگوهای طولانی در سه دور و حدود 8 ساعت به طول انجامید و این مذاکرات بیشتر درباره روش‌های پیش رو بود. وی با برشمردن توافقات صورت گرفته در این گفتگوهای غیر رسمی تاکید کرد آنچه توافق کردیم روش ادامه کار بود و قرار شد در فاصله نزدیکی همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات کارشناسی در وین برگزار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود، در این گفتگوها توافق شد تا برگزاری جلسات رسمی علاوه بر یک دور مذاکره کارشناسی که انجام می شود در صورت نیاز مذاکرات کارشناسی دیگری هم برگزار شود و همچنین گفتگوهای سیاسی نیز در سطوح و به شکای مختلف انجام شود ظریف گفت آنچه مسلم است این است که 26 خرداد ماه جاری زمان جلسه رسمی بعدی است و من اعتقاد دارم طرف ایرانی با هماهنگی همه دستگاه های آمادگی جدی برای پیگیری کار دارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان هم با بیان اینکه رسیدن به توافق کاملا امکان پذیر است و ما با جدیت دقت و بدون عجله مذاکرات را پیگیری می کنیم گفت مبنای ما حفظ حقوق مردم ایران و عزت اسلامی و سربلندی کشور و رفع موانع ظالمانه است که برای پیشرفت کشور فراهم شده است. در همین حال مایکل مان سخنگوی کاتینشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ی هسته ایران گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاتیناشتون در استانبول را طولانی ولی مفید خواندند به گزارش خبرگزاری مهر عباس عراقچی گفت که رایزنی های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. مایکل مان نیز در بیانیه مذاکرات طرفین را مفید و بسیار طولانی برای پیشبرد مذاکرات در مورد برنامه هسته ایران خواند گفتنیست روز گذشته و به طور همزمان مذاکرات کارشناسی میان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون نیز در استانبول برگزار شد در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیز فرانسه اعلام کرد که همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی با کندی بسیار پیش می رود و هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در خصوص فعالیت های اتمی ایران به دست نیاید قدرت های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد به گزارش خبرگزاری رویترز رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در عین تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی بر توافق موقت هسته ژنو افسود که با این حال علی رغم تلاش‌های بسیار آژانس همکاری جمهوری اسلامی با این سازمان در خصوص شفافسازی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی خود با کندی بسیار پیش می‌رود آقای نادال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی باید ثابت کند به دنبال تولید سلاح اتمی نیست و افسود دستیابی به نتایج محسوس در این زمینه برای عقد توافقی بلند مدت و نهایی ضروری است. جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی در دور قبلی مذاکرات که با محوریت نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای برگزار شد، به نتیجه دست نیافتند و طرفین همینک در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای هستند که قرار است 26 خرداد ماه به مدت چهار روز برگزار شود. همچنین مهلت شش ماهه توافق موقت هسته جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی سیوم تیر ماه به پایان می‌رسد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تا آن زمان اقدامات بیشتری باید صورت بگیرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان حکومتی به مناسبت روز مبعث با تاکید بر ضرورت اتحاد جهان اسلام گفته است یکی از اهداف اصلی ایجاد اختلاف میان مسلمانان ترویج شیعه حراسی و ایران حراسی است خامنه ای قرب را با مشرکان دوران جاهلیت مقایسه کرد و خواستار مبارزه با دستگاه های سیاسی قرب که به گفته وی مربج جاهلیت هستند شده است. و در خصوص شباهت غرب و مشرکان زمان پیامبر گفته است بی تبعیض تبعیز، نادیده گرفتن کرامت انسانی، عمده کردن مسائل جنسی و تبلیغ گسترده تبرج زنانه همه از مظاهر تمدن فاسد غربی است که در واقع بازگشت به همان جاهلیت است اما با شیوه ها و ابزار مدرن رهبر جمهوری اسلامی بارها زمان حال حاضر را با زمان پیامبر مقایسه کرده و تلویحا خود را نشسته بر جای پیامبر می‌بیند. نزدیکان و منصوبان خامنه ای نیز مستقیما میگویند رهبر جمهوری اسلامی همانند حضرت علی است جمعی از حقوقدانان ایران با اعتراض به توقیف روزنامه قانون در نامه انتقادی خطاب به حسن روحانی نوشتند بنا به عهدی که با مردم بستید و بر اساس منشور حقوق شهروندی که برها از آن سخن گفتید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسئولید و امروز زمان تحقق وعده های انتخاباتی شماست این حقوقدانان برخورد با مطبوعات را مغایر با فصل سوم قانون اساسی دانستند و از آقای روحانی خواستند با استفاده از اختیارات قانونی برای حفظ امنیت سنفی اصحاب رسانه و تأمین امنیت شغلی روزنامه نگاران تدابیر کارآمد اتخاذ کند. چندی پیش روزنامه قانون به دلایل سیاسی و جناهی و با دستور دادستان تهران توقیف شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از پیشنهاد جدیدی که کشورهای پنج به علاوه یک به ایران در ازای رفع کامل تحریم ها دادند خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز کشورهای پنج به علاوه یک در حال ارائه پیشنهاد به جمهوری اسلامی هستند که اگر این کشور با کاهش اساسی در فعالیتهای هستهی خود برای کاهش امکان ساخت بمب موافقت کند آنها همه تحریمها را برخواهند داشت این خبر در حالی منتشر شده که هنوز مقامات رسمی در این خصوص اظهار نظر نکردند همچنین این خبر در شرایطی است که طی دو روز اخیر سه دور مذاکره بین هیئت جمهوری اسلامی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در استانبول برگزار شد این مذاکرات به صورت فوقالعاده و پس از نشست وین چهار برگزار شد مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون گفت ظریف و اشتون در استانبول گفتگوهای طولانی و مفیدی داشتند در رویدادی دیگر هم خبرگزاری رویترز نوشت با وجود توافقات جمهوری اسلامی و آژانس امیدی به دسترسی به تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران وجود ندارد. این خبرگزاری نوشت که با وجود توافق جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر همکاری درباره تأسیسات هسته‌ای ایران به نظر می رسد که دسترسی به تأسیسات کلیدی هسته‌ای جمهوری اسلامی امکان پذیر نباشد. در این گزارش آمده است گزارش محرمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای اولین بار در چند سال اخیر تعامل و همکاری با آژانس را با هدف رفع اتهامات مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران نظامی است را آغاز کرده است اما امیدها در خصوص آمادگی جمهوری اسلامی برای رفع کامل نگرانی ها درباره برنامه هستهیش کم است. این گزارش پیش بینی می کند که جمهوری اسلامی حاضر نیست به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین را بدهد و همچنین به گزارش اخیر آژانس اشاره می کند که در آن با استناد به تصاویر ماهوارهی چنین نتیجه گرفته شده که جمهوری اسلامی مشغول فعالیت هایی در سایت پارچین است. این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی سرگرم تلاش برای مخفی کردن هر گونه مدرک آزمایش های غیرقانونی هستهی باشد. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا شده است که اطلاعاتی در دست است که جمهوری اسلامی یک اتاق فولادی بزرگ در پارچین برای آزمایش‌های انفجاری را حدود یک دهه پیش ساخته است. ادعایی که می‌تواند نشان دهنده بود نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است از آغاز سال 2015 شماره نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان به 9800 تن کاهش می‌یابد و تا پایان سال 2016 نیز اکثر نیروها از افغانستان خارج خواهند شد. باراک اوباما پایان دادن به جنگ را دشوارتر از آغاز کردن آن دانست و گفت: "حضور ما در افغانستان بیش از انتظار بسیاری از آمریکایی‌ها طول کشید و اکنون به کاری که در افغانستان آغاز کرده این پایان می‌دهیم." وی با این حال تاکید کرد برنامههایش برای کاهش نیرو در افغانستان مشروط به موافقت کابل با توافقنامه امنیتی با افغانستان است حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تا کنون از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا خودداری کرده است اما عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزای دو نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند در صورت پیروزی در انتخابات این توافق نامه را امضا خواهند کرد. شبکه اسکای نیوز عربی خبر داد امروز چهارشنبه اولین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز خواهد شد. و طی آن سوری های ساکن خارج از این کشور به پای صندوق های رأی می روند تا از میان سه نامزد انتخاباتی یکی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. این در حالی است که برخی کشورهای جهان از جمله ده کشور عربی اعلام کردند اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه را در خاک خود نمی دهند. در انتخابات ریاست جمهوری سوریه که 13 خرداد ماه برگزار می شود بشار اسد رئیس جمهوری کنونی این کشور و ماهر حجار و حسان نوری برای احراز این پست با هم رقابت می کنند پیش بینی می شود اسد بار دیگر بتواند بر کرسی ریاست جمهوری کشورش تکیه بزند غرب و اپوزیسیون سوریه این انتخابات را محکوم کرده و آن را نمایش بشار اسد خواندند انتخابات ریاست جمهوری مصر روز گذشته و در پایان دومین روز رأیگیری یک روز دیگر تمدید شد و قرار است امروز چهارشنبه پایان یابد ژنرال عبدالفتاح اسیسی و حمدین سباهی دو نامزد این انتخابات هستند و انتظار می رود جنرال اسیسی پیروز این انتخابات شود اخوان المسلمین و گروه موسوم به جوانان انقلابی انتخابات را تحریم کردند به گزارش خبرگزاری رویترز دومین روز از دومین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از حسی مبارک روز گذشته برگزار شد درهای حوزای اخز رایگیری ساعت 9 صبح به وقت محلی در سراسر این کشور به روی رای دهندگان مصری بازگشایی شد و تا ساعت 21 شب روند رایگیری ادامه داشت طبق اعلام کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار شد امروز چهارشنبه نیز انتخابات ادامه یابد و نخست وزیر این کشور علت این امر را تشویق مردم برای شرکت بیشتر در انتخابات دانست بیش از 53 میلیون شهروند مصری واجد شرایط رأی دادن هستند و کسانی که 18 سال بالا دارند می توانند در انتخابات شرکت کنند هیئت دولت مصر روز گذشته را تعطیل رسمی در این کشور اعلام کرد اما امروز چهارشنبه در مصر تعطیل نیست انتخابات دیروز در سایه تدابیر شدید امنیتی و بدون مشکل امنیتی خاصی برگزار شد استانداری قاره هم گفت که استانداری هیچ گونه مورد بینظمی که بتواند روند انتخابات را به تعویق بیندازد مشاهده نکرده است حدود 800 هزار نیروی امنیتی و نظامی ارتش مصر تأمین برگزاری انتخابات را به عهده دارند. در همین حال محمد بهادین ابو مشاور حقوقی عبدالفتاح السیسی اعتراض رسمی خود را نسبت به تمدید انتخابات تقدیم کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر کرد. پیش از این هم حمدین سباهی نیز نام دیگر نامزد انتخابات مصر به تمدید مهلت انتخابات اعتراض کرده بود کمیته مستقل انتخابات مصر در واکنش به این دو نامزد اعلام کرد که به اعتراض آنها رسیدی خواهد شد تا اشکالی در روند برگزاری انتخابات پیش نیاید و تصمیمی مورد رضایت طرفین در این خصوص گرفته خواهد شد اما در حالی که وزارت کشور مصر میزان مشارکت مردم را خوب توصیف کرده ولی مشاهدات خبرنگار رویترز نشان میدهد مشارکت مردم در این انتخابات نسبت به سه سال گذشته کمتر بوده است رسانه های بیطرف نوشتند که روز گذشته مسلمانان مصر به مناسبت روز اسرا و معراج روزه گرفته بودند لذا در ساعات روز حوزه های رأیگیری چندان شلوغ نبود اما پس از افتار بار دیگر حوزه های رایگیری شاهد تراکم جمعیت شد و بسیاری از رای دندگان نتوانستند قبل از بستن در حوزه ها رای خود را در صندوق رایگیری بیندازند لذا دولت تصمیم گرفت رایگیری را یک روز دیگر تمدید کند این دومین بار در دو سال اخیر است که مردم مصر برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق رعی می می‌روند. و این هفتمین انتخابات سراسری مصر از سال 2011 میلادی است ژنرال السیسی که انتظار پیروزی او میرود وعده داده است که برای احیای اقتصاد این کشور و علیه تروریسم مبارزه کند او دو هفته پیش نیز گفته بود که اگر به قدرت برسد تاریخ اخوان المسلمین در این کشور به پایان میرسد گروه اخوان المسلمین مصر از سال 2011 میلادی و با سرنگونی حسین مبارک در انتخابات مصر تا لحظه برکناری محمد مرسی رئی جمهوری برآمده از آن به پیروزی رسیده بود با این همه دوره یک ساله ریاست جمهوری آقای مرسی با اعتراضاتی گسترده مردمی روبرو شد که در نهایت با دخالت ارتش و وزیر دفاع وقت یعنی آقای سیسی مرسی از قدرت برکنار و بازداشت شد فعالیت اخوان مسلمین نیز ممنوع گردید پس از سرنگونی مرسی دور تازه از اعتراضات و اعمال توریستی این بار از سوی هواداران اخوان مسلمین برپا شد که قربانیان بسیاری گرفت سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با احمد داوود اغلو همتای ترکیه‌ای خود خواستار اجرای توافقنامه ژنو از سوی دولت اوکراین و توقف خشونت‌ها در این کشور شد. توافقنامه ژنو در نشست چهار جانبه وزیران خارجه روسیه، آمریکا، اوکراین و نماینده سیاسی اتحادیه اروپا امضا شد و در آن بر لزوم توقف فوری خشونت ها در اوکراین و همچنین آغاز مذاکرات ملی در این کشور و اصلاحات تاکید شد. در رویدادی دیگر مرتبط با بحران اوکراین، یک مقام بلند پایه دانمارک از ربوده شدن اعضای یک گروه چهار نفره از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین به دست جدایی طلبان مسلح در مناطق شرقی این کشور خبر داد. وزیر تجارت و توسعه دانمارک گفته چهار ناظر روبود شده از کشورهای دانمارک، استونی، ترکیه و سوئیس در چارچوب مأموریت بین‌المللی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین حضور دارند. رهبران 28 کشور اروپا در صدد برگزاری نشستی اضطراری هستند تا انتخابات اخیر پارلمان اروپا و پیامد نتایج غیر منتظره آن را مورد بحث قرار دهند. در این انتخابات برای اولین بار احزاب راستگرا و مخالف اتحادیه اروپا موقعیت محکمی به دست آوردند و در بعضی از کشورها مثل بریتانیا بیشترین رأی را به خود اختصاص دادند. های مختلف سیاسی به نتایج این انتخابات اکسل عمل نشان دادند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به رهبران دیگر اروپا گفته است بعد از پیروزی احزاب مخالف اتحادیه اروپا وزن نمیتواند همین طور بماند. او گفته رهبران اروپا باید به صدای رای دهندگان گوش دهند و دست به اصلاحات بزنند. در واکنش تنامیز به حسن روحانی احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت میگویند بگذارید مردم به حال خودشان باشند چشم امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل میکنیم چندی پیش حسن روحانی با برحضر داشتن مسئولان از دخالت در زندگی دیگران گفته بود نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد به گزارش خبرگزاری فارس احمد خاتمی خطاب به مقام های دولت یازدهم گفته ما نمیخواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید و یفسود نباید با حرفهایمان گناهکاران را جریه دار کنیم و اگر نمیخواهید در عرصه فرهنگی کاری کنید حداقل سنگ اندازی نکنید خاتمی در واکنش به سخنان روحانی هم که گفته بود نمیتوان مردم را با زور به بهشت برد به کنایه گفت کشم امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل میکنیم و به آقای دزد و دختر و پسر بعدهجاب میگوییم بچه خوبی باش امام جامعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری کنسرت را اقدامی غلط ضد فرهنگ و قهر با خدا دانسته که با بعثت پیامبر اسلام میانه ندارد احمد خاتمی در ادامه هم با بیان اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای به تعبیر او ضد انقلاب با شیوه روانشناسان آماده شدن تا جوانان را از درون پوک و بیمحتوا کنند گفته است که میگویند ما احساس نمی کنیم که کنترل کنیم مثل که میکروب وبا آمده باشد و بگویند هیچ مسئولیتی نمی بینیم که میکروب ها را کنترل کنیم در همین راستا ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم هم روز گذشته گفت که 90 درصد برنامه شبکه های ماهواره فاسد و مخرب است و باید چاره‌ای برای مقابله با فرهنگ غرب پیدا کرد به گزارش ایسنا آقای مکارم شیرازی گفت امروز ماهواره ها شبکه های اجتماعی و اینترنت قوقا می کنند و افسود ماهواره ها و شبکه های اجتماعی در خوشبینانه ترین حالت ده درصد برنامه های مفید دارند و 90 درصد برنامه های آنان فاسد و مخرب است این مرجع تقلید اضافه کرد متاسفانه امروز روی آزادی های کار می کنند که بیشتر شبیه آزادی های غربی است و ما اسم آن را بی بند و باری احمد خاتمی در پایان سخنان خود هم گفت صبر حزب الله مدت دارد و وقتی صبر حزب الله تمام شود و اگر حضرت آقا اشاره کنند خواهید دید نشانی از فساد نخواهد ماند سخنان احمد خاتمی پاسخی است غیر مستقیم به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد آقای روحانی روز شنبه سوم خرداد در یک سخنرانی با بیان اینکه این همه و هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم گفت اجازه دهیم مردم راحت باشند و خودشان تصمیم بگیرند سیاست ها و موزگیری های دو هفته اخیر حسن روحانی در حوزه فرهنگ و جامعه با واکنش تند و خشم محافظه کاران تند رو مواجه شده است حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در توییتر خود پیشنهاد کرد یک مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطیگری به دستور رئیس جمهوری تاسیس شود آقای ابوطالبی تاسیس این مرکز را گام نخست ایران در رهبری مبارزه با خشونت و افراطیگری در آسیا و جهان دانست است پیشنهاد تأسیس این مرکز در راستای طرح جهان علیه خشونت و افراطیگری که رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی مهرماه گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد و به تصویب رسید مطرح می شود. پیشتر حمید ابوطالبی به عنوان سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل معرفی شد که آمریکا با حضور او به دلیل مشارکت در اشغال سفارت آمریکا در تهران مخالفت کرد روزنامه کیهان و هفته نامه نوه دی دو نشریه مشهور منتقد دولت در نشست هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر کتبی گرفتند. در خبر خبرگزاری مهر دلیل این تذکر کتبی عنوان نشده است. پس از, از آغاز دور تازه گفتگوهای هسته میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به یک این دو نشریه در مقاله ها و گزارش های خود با انتقاد از سیاست خارجی دولت حسن روحانی نسبت به روحیه سازشکارانه گروه مذاکره کننده ای ایرانی هشدار دادند. روزنامه کیهان و هفته نامه نهده بارها نیز از سیاست های فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. این دو نشریه در کنار جریان موسوم به دل و پسان حسدئی که چهره های اصولگرا آن را تشکیل میدهند از منتقدان مذاکره دولت در پرونده هسته و رابطه با غرب هستند. نشریه زنان امروز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهلا شرکت از امروز چهارشنبه منتشر خواهد شد. این نشریه که مجوز خود را در نیمه دوم سال گذشته از هیئت نظارت بر مطبوعات گرفت در قالب ماهنامه و با قیمت ده هزار تومان عرضه می شود. خانم شرکت پیش از این صاحب امتیاز ماهنامه زنان بود که در سال 86 لغو مجوز شد این مهنامه از معدود مجلات با محوریت مسائل زنان در ایران بود و به مدت 16 سال در 152 شماره منتشر شد مجلس شورای اسلامی گفته است نزدیکان بابک زنجانی شناسایی شدند و اگر آنها پولهای وی را به کشور باز نگردانند به دستگاه قضایی معرفی می شوند. بابک زنجانی دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است. مصطفی پورمحمدی محمدی وزیر دادگستری چندی پیش از این, چندی پیش از این گفته بود و با بازجوری با بازجوری ها همکار خوبی ندارد. به گزارش وبسایت تدبیر محمدعلی علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت افراد نزدیک به بابک زنجانی تاجر میلیاردر ایرانی شناسایی شدند و آنها می توانند بدهی زنجانی به وزارت نفت را پرداخت کنند. آقای پورمختار افسود که تمام زمینه ها برای بابک زنجانی برای اینکه بتواند پول وزارت نفت را پرداخت کند آماده است. محمد علی پورمختار در ادامه سخنان خود گفت این افرادی را که ما شناسایی کرده این با سازوکار خود می توانند پول های بلوکه شده بابک زنجانی را در کشورهای خارجی آزاد و بدهی وزارت نفت را پرداخت کنند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت به افراد نزدیک به بابک زنجانی اعلام شده که پولهای وی را به کشور بازگردانند و اگر این کار را انجام ندهند به دستگاه قضایی معرفی می شوند. وی تاکید کرد این اولتیماتوم مجلس به نزدیکان شناسایی شده بابک زنجانی جدی است و خودشان هم از این جدیت آگاه هستند. به گفته پول مختار زمینه برای پرداخت بدهی بابک زنجانی فراهم است یعنی بازداشت او مانع از این نیست که پول به وزارت نفت برگردانده نخواهد شد. در واقع اگر اراده ای از سوی زنجانی وجود داشت این پول تا به امروز پرداخت شده بود در همین حال عزت الله یوسفیان عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت که زنجانی به بازجوها میگوید آزادم کنید تا برایتان پول بیاورم امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس هم دو روز پیش گفته بود که حکم بابک زنجانی کمتر از حکم مهافری امیر خسروی متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد دلاری نیست. مهافری امیر خسروی با امداد روز شنبه سوم خرداد ماه به طور ناگهانی در حالی که موکل و خانواده وی بیخبر خبر بودند اعدام شد. این نماینده مجلس گفت در حالی که زنجانی چندی ماه است که در زندان به سر میبرد اما همچنان از پرداخت بدهی های خود سرباز میزند و با شیوه ها و ترفند های خود به نوعی همه را سر کار میگذارد به گفته امیر عباس سلطانی به رغم بازداشت بابک زنجانی شرکت های وی در ایران و خارج از ایران همچنان فعالیت می کند. این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت البته زنجانی بیشتر از مهافرید امیر خسروی مشکل دارد من در جایگاه قوه قضاییه نیستم اما با شناختی که دارم به هر حال حکمش کمتر از اعدام نیست البته دستگاه قضایی باید نظر نهایی را بدهد پیشتر بسیاری از محافظه‌کاران و نیز برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند که بابک زنجانی نوک کوه یخی است و وی را یک شبکه مافیایی قوی پشتیبانی می‌کند از سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین حامی بابک زنجانی یاد می‌شود بابک زنجانی از پنج ماه پیش به اتهام بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان در بازداشت به سر میبرد وی در دیماه 1392 توسط دادستان کل کشور بازداشت شد عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اردی بهشت به ماه سال جاری گفت پرونده قضایی تخلفات بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ ایران است و سه برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی حجم دارد. یک زن 25 ساله پاکستانی باردار در مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور پاکستان سنگسار شد. به گفته پلیس و وکلای مدافع این زن حدود 20 نفر از اعضای خانواده و بستگان این زن از جمله پدر او به علت خودداری این زن از ازدواج با پسر و ازدواج با مرد دیگری او را سنگسار کردند که به مرگش انجامید پدر این زن با شکایت به دادگاه شوهر او را به آدم روباهی متهم کرده بود گروه های مدافع زنان میگویند حدود هزار زن پاکستانی هر ساله به دست اعضای خانوادهشان در جریان قتل های ناموسه کشته میشوند. مسلمانان مالزی پس از تایید وزارت بهداشت این کشور مبنی بر تولید شکلات های حاوی موادی از خوک در بازار این کشور خواستار تحریم محصولات شرکت شکلات سازی کدبری در سراسر مالزی شدند. به گزارش ایرنا بیش از 20 گروه از مسلمانان مالزی جهاد علیه این شرکت شکلات سازی را که قصد تضعیف ایمان مسلمانان را داشته است واجب دانستند. در واکنش شرکت کتبری گفته است محصولات حرام خود را از بازار جمع وری کرده است. پیشتر شکلات های این شرکت مورد آزمایش قرار گرفت و استفاده موادی از خوک در این شکلات ها توسط وزارت بهداشت مالزی تایید شد. سخنگوی صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل یونیسف هشدار داد اگر تا ماه آینده کمک های مالی بیشتری برای مردم بحران زده سومالی جمع نشود کمبود مواد غذایی و دارویی جان بیش از دویست هزار کودک سومالیایی را تهدید خواهد کرد سخنگوی یونیسف با بیان اینکه این صندوق برای ادامه خدمات درمانی خود به کودکان و زنان این کشور دست کم به 15 میلیون دلار بودجه نیاز دارد گفته است تا کنون فقط 10 درصد از این بودجه تامین شده است یک حقوقدان میگوید جرائم جنسی در جمهوری اسلامی علیه کودکان به صورت پنهان افزایش یافته است به گزارش ایسنا بهشید ارفعنیا با تایید این خبر گفته در برخی موارد تجاوز به کودک از طرف کسانی است که رابطه نزدیکی با کودک دارند و حتی ممکن است از محارم او باشند به همچنین از شیوع پدیده نابهنجار اجتماعی در مدارس خبر داد و گفت متاسفانه بعضی افرادی در لباس معلم ظاهر می شوند که کودکان و نوجوانان را مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دهند. انجمن حمایت از حقوق کودکان اعلام کرده است دوازده تا سی درصد از زنان و نه تا چهار تا نه درصد از مردان تجربه اجباری کودک آزاری تا قبل از 18 سالگی را داشتند. و اما آخرین خبر این که غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از حملات بیوتروریسمی دشمنان علیه ایران خبر داد و گفت بیدقتی در واردات گندم، کودهای شیمیایی و سموم عامل اصلی افزایش سرطان در کشور است. به گفته آقای جلالی، هدف اصلی بیوتروریسم در بخش کشاورزی به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی کشور است. بیماری سرطان در سالهای اخیر به خاطر افزایش پارازیت ها، بنزین آلوده و مصرف کودها و محصولات کشاورزی غیر استاندارد به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. مرکز تحقیقات سرطان در سال 90 اعلام کرد سرطان در ایران رشدی 181 درصدی داشته و سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده ایران دارای بالاترین میزان شیوع سرطان در خاورمیانه است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودین شب و روز شما خوش